رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم و ممنون از زمانی که در اختیار من قرار میدید. خواهش میکنم، بفرمایید. آقای دکتر، من 34 سالمه و از انگلستان تماس میگیرم. حدودا 12 سال پیش به اینجا مهاجرت کردم و فوق لیسانس هم خوندم. حدودا 3 سال پیش با یه آقای انگلیسی آشنا شدم از طریق سر کار. توی شرکت کار میکنیم. ایشون هم مثل من ازدواج قبلی ندارن، ولی از رابطه قبلیشون یه دختر بچه 12 ساله دارن. دختر با کی اون زندگی دختر با مادر میکنه؟ دختر با مادر زندگی میکنه و ایشونو هر یه هفته در میون ویکندا میبینه. این آقا یعنی چند از سالشه؟ جمعه تا یه شنبه. این آقا چند سالشه؟ ایشون 44 سالشون هم، من 10 سال بزرگتر هستم. شما خودتون فرزند چندمی؟ من فرزند دومم، یک برادر دارم که خودم 4 سال بزرگتره. و ایشون چندمیه؟ ایشون هم 2 تا فرزندن، یه خواهر دارن که خودشون 2 سال بزرگتره. اوکی. چه مدتی از گفتید هم دیگر رو میشناسید؟ ما حدودن 3 ساله و واقعیت اینه که این داستان بچه رو خب ایشون همون اوائل به من چکم جلسه دوم جلسه اول به من گفتن، ولی من شاید اون زمان فکر نمی کردم که شاید اصلا این رابطه خیلی به جایی برسه یا فکر می کردم که اصلا مشکلی نخواهد بود. نمی دونم، شاید هم بعدن که بیشتر گذشت و خوب دیدم که خیلی چیزای دیگه هست که ما با هم دیگه خوبیم، خیلی اوکیه و احساس کردم که شاید آینده خیلی خوب بتونیم با هم دیگه داشته باشیم، ولی این داستان بچه همیشه تو ذهنم بوده و بعضی روزا فکر میکنم که او نه اصلا نمیتونم با این قضیه کنار بیام و بعضی روزا فکر میکنم نه اکچولی اوکی، مثلا خیلی هم بزرگ نیست. یه ذره لاستم واقعیت چه قضیه طور نمیدونم خب... این یه مشکلی که داستان نیست که یه واقع نه سب خیلی نه یه روزایی و یه روزایی نداریم. یه واقعیتی هست که ایشون یک خارج از ازدواج بچه دار شده، یه مقدار ویژگی روانیشون شما میده ولی شما تو انگلستانی. دوم اینکه این بچه به هر حال در زندگی این آدم نقشی داره، حالا همدیگه رو میبینن و ضمناً از نظر هزینه و مخارج یه مقدار مسائلی مطرحه. سوم اینکه ناچار با اون دوست قبلیشون به نوعی در ارتباطن که اینا خودش مسئله آفرینه. مورد بعدی اینه که ای بسا 2 سال 4 سال دیگه اون مادر نخواد یا نتونه یا به هر دلیلی بچه رو اداره نخواد بکنه، او رو میفرستنش خونه پدرش و بنابراین میاد خونه پدرش. بنابراین شما به زودی یه دختر 14 ساله 16 ساله 18 ساله رو تو خونه کنار خودتون احتمالا خواهید داشت. همه اینا دست به دست هم میده، یه مقدار به اصطلاح امتیازات منفی رو بر این رابطه به وجود میاره. بنابراین پرسش اینه که این مجموعه امتیازات منفی که الان دوربر ایشون هست و احتمالات و خطرات و مسائلی که داره ارزش این رو داره؟ به این مجموعه رو آدم بگه یه عیب و ایراد و یه مسئله است، ولی به جز اون بقیه چیزا اینقدر خوبه که من یک در خارج احتمال اینکه کسی پیدا بشه رو که این مشکل رو نداشته باشه رو کم دارم یا ندارم، و دوم ما با هم 3 سالیم دیگه یه جوری با هم آشنا هستیم و جدایی برای من سخت و سنگینه، ولی موضوع بچه برای شما نمیتونه کم اهمیت و با اهمیت بشه. اون یه واقعیتی است که مقدارش هم ناشناخته و مربوط به آینده است. یعنی این وضعیتی که شما الان دارید اگر می بود خیلی راحت تر میشد تصمیم گرفت، برای که میگفتید خب تا فرض کنید 5 سال 8 سال دیگه این آدم با توجه به شرایطی که در انگلستان حاکمه تو زندگی منه، بعدش دیگه ازدواج کنه میره به صورت یه فامیل در میاد. اما اشکال کار در اینه که هنوز این احتمال که حتی اون مادرش برای ایجاد مشکلات و مسائلی و یا به هر حال به دلیل تغییراتی که پیدا میشه، اصلا دختر به دلایلی بخواد بیاد با پدرش هست. بنابراین شما آمادگی اینو دارید که دختر مثلا همسرتون کنارتون باشه با یه همچی فاصله ای؟ و بعدم شما اومدید انگلستان، خیلی مدت طولانی نیستید، شما 30 سال اونجا نیستید و بنابراین آیا اصلا برنامه شما اینه که یک بهترین همسر برای من و مناسبترینش در که میخوام در انگلستان بمونم اگر همچی قراری دارید و هرگز هم دیگه به ایران نخواهم رفت برای زندگی برای که با این ازدواج کار از این بابت تمامه،
آیا یه انگلیسی هست یا نه. و بعد پرسشی که کنار این مطرح میشه که باز هنوز مسئله هست، ماجرای داشتن فرزند. چقدر شما و ایشون دوست دارید که بچه داشته باشید؟ تعدادش یکی که حتما درست نیست، دو تاست، آمادگیشو دارید، شرایطش مناسبه، هر دو بچه رو دوست دارید. حالا اون دختر به دلیل فاصلهش اونقدر نقشی توی زندگی این بچه ها نداره. یعنی یه مقدار واقعیات عزیز، درست مثل این که آدم به کسی نگاه میکنه سنش 5 سال کوچکتر و بزرگتر از اون نیست که میخواد، احتمالا شکل و ریختش یا هوشش یا عقلش یا خانواده شکمی متفاوت از اون چیزی که میخواد. بنابراین یه مجموعه هست که میشه بهش نگاه کرد، ولی این اوضاع رو باید واقع بینانه ارزیابی کنید. یه زمانی هست که شما یه تیپ روانی دارید که به اینکه او دختری داره بهش توجه میکنه، ای بس از درآمد شما حتی و خودش خیلی بیشتر از اون حدی که لازمه میزنه، در اختیار اون میگذاره یا درگیر بازی های اون میشه، اهمیتی نمیدید، یا درست برعکس اینقدر حساسید که میگید این نباید بیاد، نباید دخالت کنه، نباید با بچه های من کاری داشته باشه، نباید فکر کنه که اینا خواهر برادرش. مثال دارم میگم، یعنی برمیگرده به شما که آدم حساس یا شکننده ای در این زمینه هستید یا نیستید. و ضمناً مردی که میشناسید تا چه اندازه در حد 3 سال که به اندازه کافی هست، واقعا این آدم رو چگونه میبینید که در زمانی که شما نظری مختلف و حتی مخالف دارید با شما برخورد میکنه؟ اینا یه مجموعه است و بعدم مثل هر ازدواج دیگه ای اینا رو باید یه مقداری واقع بینانه ارزیابی کرد. ببینیم ما رو میکشه به سمت 90% ازدواج، چون ازدواج 50-50 که نمیشه کرد که بریم واردش. اینا چیزی نیست که با شک بشه زنده، اینا با تکلیف روشن باشه. 90-95% به نظر اوکی میرسه. آقای تو مطمئنم، من متاسفانه تیپ شخصیتی مثلا اینجوریه که خیلی خیلی دوست دارم یعنی این که مثلا فاینانشل سپورت که میکنه برای مهمه، این که چقدر تایم میگذرونه برای مهمه. خیلی شاید ریلکس نیستم اتفاقا تو اون زمینه، شاید اینه که مقدر اذیت هم میکنه. شاید اگه ریلکس بودم تو الان میتونستم این تصمیم راحت‌تر بگیرم. ولی یه چیزی که خودم تو ذهنم هست این که اصلا من نمیدونم مثلا تو چقدر من میتونم مثلا این باز باشم با این داستان بچه، یعنی من چقدر میتونم مثلا نظر من چقدر مهمه. یا مثلا وقتی مثلا مثال میخواست برای کریسمس براش گیفت یا کادو بخره، مثلا میخواست اپل واچ بگیره، خب مثلا من اگه بودم شاید میگفتم یه چیز دیگه بگیره. اصلا داشت فکر میکنم من اصلا این حق رو دارم که دخالت بکنم یا مثلا در این حد که مسئله ترجیح و مسئله عادی ابد. آخه یه چیزی باید ببینید، شما همینجاست که مسئله دارید. چون گفتم تیپ روانی، شما باید بپذیرید که او دختر این مرده و شما در 95% موارد هیچ کاره اید. حتی اگر او بیان مشورت کنه، بنابراین این آدم به درتون نمیخوره، مشورت بکنه که من این رنگ رو برش بخرم یا اون رنگ، وقتی که به یه دلیل محکمی نیستید بگید من دو دلم نمیدونم، و بعدم اصلا ناراحت نشید که به شما اصلا بگه یا نگه یا خودش انتخاب کنه. ولی اگر بخواید این حساسیت ها داشته باشید که نمیشه عزیز. یعنی شما به همین جهته که موضوع اولا تفاوت فرهنگیتونه، احتمالا تفاوت مذهبی هم دارید، شما که احتمالا مسیحی نیستید، درسته؟ نه آقای تو اصلا مشکل مذهبی نداری. نه مهم نیست که پرکتیس میکنید، که اتوان لامذهب ها با هم بیشتر اختلاف دارن. نه بینید، تفاوت فرهنگی دارید، تفاوت مذهبی دارید، ایشون از شما 10 سال بزرگتری که حالا اونقدر مهم نیست. داشتن یه دختر تو این سن، حالا میدونید اگر مثلا 20 سالش بود قصه خیلی فرق میکرد. شما یه دختریست که هنوز معلوم نیست تا 6-8 سال آینده چه نقشی تو زندگی داشته باشه. شما که حساسی سر مسائل مالی، اصلا فردا تصمیم گرفت بیاد با پدرش زندگی کنه یا مادر نخواستش و آمد و بعد اصرارش من ماشین میخوام و این ماشین رو پدرش زیر فشار یا تحریک یا تهدیدهایی که میکنه میخواد بخره و اتفاقا از پول شما هم هست. حالا چیکار میکنه؟ میدونید وقتی آدم اینقدر حساس و شکننده هست، من گفتم با یه بدن شیشه‌ای که به قلعه سنگباران آدم نمیره،
ولی شما ممکن بگید نه، اینقدر این مرد خوبه، اینقدر این مواظب به این چیزاست، حواسش جمعه، منصفه، مهربونه، هوای من رو داره، میدونه من دارم چه میکنم، کلن جانب من رو واقعا، نه اینکه زبونن، داره. خب همه ایناست، بعدم اصلا چقدر خوبه. حالا شما من بگید درباره بچه، چون اون عامل خیلی مهمتریه. راجب بچه با هم چه حرفایی زدید؟ داشتن فرزند و نداشتنش، و هم به کجا رسیدید، چه گفتید؟ برای خودم، خب ما دوست، اگه ازدواج کنیم دوست داریم که بچه داشته باشیم، حتما. بخاطر خب همینی که این خیلی دوست داره که بیشتر سریعتر تصمیم رو بگیریم، چون که اون دوست داره که ازدواج کنه، دفعه دوست داره که بچه دار بشه و خودش میدونه که 44 سالشه و شاید خیلی اونقدر که زمان زیادی نداره که بخواد بگذرونه. چند تا بچه؟ من آقای تو میدونم شما نظرتون مینیموم دو تاست، ولی حالا من خودم داشتم فکر کنم یه دونه، حالا تا بعد ببینیم چی میشه. من خودم 34 سالمه، شاید خیلی اونقدر زمان ندارم. نه، به زمان شما مرتبط نیست اصلا. به نوعی که با سرعت جواب منو دارید فهمیدم میخواید ماجرای تعداد رو پنهان کنید یا با من مخالفید یا نظر متفاوتی دارید. یعنی مطمئن مطمئن بودم، برای که از لحنتون فهمیدم عزیز. نه، اون که اشتباه بزرگی، یه دونه بچه مخصوصا تو این شرایط حتما اشتباهی بزرگی. سن 34 سال کنه بازی در نیارید. 39 سال تون بود، 38 سال تون بود، گفتم محبی دیگه. برحال عزیز ببینید، سب کنید. من یه دفعه دیگه دلم میخواد اصلی رو که خیلی بهش پایبندم و اگر واقعا صدها بار متوجه نبودم چقدر درسته تکرار نمیکردم. کاری رو که نباید تموم کنیم، نمیخوایم تموم کنیم، نمیتونیم تموم کنیم، نباید شروع کرد. شما روزی که فهمیدید ایشون از یه ازدواج، نه یه رابطه، دختره مثلا 9 ساله داره، اون موقع باید میگفتید خداحافظ. چون وقتی آدم میره نزدیک، آدم سراغ هر کسی که بره بعد از مدتی زمینه برای علاقه مندی هست. یعنی اصلا اینقدر این عادیه که حد نداره. بنابراین بعدا بله، گیر میکنید بسطین آدم تمام حقایق اون اول نمیدونه. نه، همه حقایق رو آدم ها میدونن، آدم ها نمیخوان بدونن. دختری باهوشتر از این هست، چون وقتی میخوای کلا سر من بذاری حتما کسی به این راحتی ها کلا سرت نمیتونه بذاری. بنابراین حالا به من بگو که البته خودم، هر دوتای شما خوشبختانه خانواده کوچکی داشتی، از این بابت اونقدر مسئله نیست. حالا به من بگو که خانواده تو نظرشون چیه؟ یعنی پدر و مادر و برادری که داری. من بیشتر از همه مادرم در جریانه و اتفاقا ایشون خیلی اصرار داشتن که من با شما تماس بگیرم. چرا؟ چرا؟ آخه برعکس بود مادر. کنید. نه چرا؟ نه اولا ایشون میدونستن چرا. حالا اولا شما که 3 سال با یادم رابطه داشتید، به چه مناسبت با پدر و برادر حرفی نزدید؟ نه حرف زدم و ایشون گفتم، ولی ما خانواده هم کلن خیلی دخالت تو کار اندی نمی کنیم. حالا خوب یا بعد، ولی خب من چون با مادرم رابطه نزدیک دارم نسبتا با ایشون بیشتر مشورت میکنم. ولی ته دل مادر چیه؟ ته دل مادر واقعیتش رو بخوام فکر کنم، ایشون خیلی دوست دارن که من با یادم خارجی ازدواج کنم. این نظر چیزی که من از ایشون فهمیدم، ولی خب دوست ندارن قضیه رو که ایشون یه بچه دیگه دارن. برای من فکر کنم چراغ روشن شده، شما هم چشماتون خوب میبینه. نمیدونم حالا چقدر شما این مرد رو، 3 تا صفت خوب این مرد رو به من بگی. میتونم بیشتر از 3 تا بگم، ولی چیزی که فکر میکنم خیلی منو جذب میکنه به ایشون اینه که ایشون خیلی آدم باهوشی هست و با من خیلی هم فکر. یعنی با وجود یه همچی باهوشی شما رو انتخاب کردن؟ دیگه اونم از باهوشی شده دیگه غیره تا. ولی مثلا واقعا بعضی وقتا خب اینجا خب آدم زیاد آدم میتونه دیت کنه ببینه، ولی من اصلا یعنی کسی که نتونه با ما هم فکر باشه، هم سرعت باشه فکر کردنش، خیلی سریع بورد میشم، کسل میشم، راست نمیشه. بعد اینکه خب خیلی خوشتیپه، خیلی خوشقیافه، خیلی کمیستری خوبی داریم. من میدونم شما فکر کنید ما اختلاف فرهنگی داریم، ولی خیلی اوپن مایندد، مثلا خیلی به ایران علاقه داره. یه بار به من گفتش، مثلا من رفته بودم ایران، به من خیلی ناراحت بود که چرا مثلا با خود ایران نمیبری، من خیلی دوست دارم که بیشتر در مورد کالچر تو بدونم، خیلی ایران رو ویزیت کنم فلان کنم. یعنی خیلی چیزای اینترستینگ داره. حالا تو رابطه قبلیش بگید، آدم قبلی، دختر قبلی رو شما میشناسید؟
من دکتر قبلی نمیشناسم، ولی تو اونجایی که اطلاعاتی که از ایشون گرفتم رابطه طولانی نداشتن، شاید مثلا در حد 6 ماه بوده که با ایشون، شاید 5 ماه بوده که با ایشون دوست بودن، و ولی اون دختر حامله میشه و تصمیم میگیره که اون بچه رو نگه داره. ایشون موافق بودن که نگه داره یا نه؟ نه ایشون موافق نه ایشون موافق نبودن. نه خب پس چرا مواظب نبودن؟ یه سوالی که منم ایشون کردم، ولی خب دیگه اتفاقی. اون دختر خانم الان چند سالشه؟ یعنی مادر این دختر چند سالشه؟ اون ایشون 36 سالشونه و جدیدن ازدواج کردن. خب آره اون خیلی خوبه. و اون مرد پذیرفته این دختر رو تو خونهش؟ بله بله. و اون تو خیلی، و این و اتفاقا این آقا خیلی خوشحال از این قضیه که در واقع یه خونه خیلی خوبی برای دخترش درست کرده. یعنی قبلا که این دختر، اون خانوم مجرد بود، خب یه مقدار سخت‌تر بود، ایشون خیلی نگران‌تر بودن، ولی الان که خیلی خوشحاله که این دختر she's got a home. اوکی. حالا در حدی که شما میدونید رابطه این دختر با ناپدریش چگونه است؟ به نظر میاد که خیلی خوبه، به نظر میاد که خیلی خوبه. ایشون هم خیلی هپی از این قضیه، با هم حتی خیلی مسافرت میرن، خیلی سفر میکنن، خیلی زمان زیادی رو میگذرونن باشون. و حتی این آقا خیلی سوال میپرسه از این دختر که مثلا همه چی اوکیه، دوست داری اونجا رو؟ نه اونا صحبت ها مهم نیست، به من بگید اون آقا چند سالشه میدونید؟ اون آقا هم فکر میکنم 45-6 سالش باید باشه. آیا در حدی که شما میدونید چه مدتی ازدواج کردن و میخوان بچه دار بشن یا نه؟ جدیدن ازدواج کردن، ولی من نمیدونم که میخوان بچه دار بشن یا نه. اون یه عامل مهمه. اگر نمیخوان بچه دار بشن شما خیلی آزادتر و راحت دارید، ولی اگر میخوان بچه بیارن مسئله دارید. میدیر یا زود اون دختر میاد سراغ شما. من واقعیت اینه که یه چیزی که هست اینه که من دوست دارم که از انگلستان بریم. واقعیتش این همیشه یه برنامه من بوده که یه جوری برم که اون هواش به روحیه من بیشتر بخوره. و این و من این داستان همیشه به این آقا شیر کردم که فیوچر آینده اصلا کار نمی کن. همینجاست که کمی منو نگران تو میکنه عزیز. یه مقدار اون چیزی که ما بشکیم تاکسیک گیلت کار دستت داده، یعنی گناه مسموم، احساس قدرت در شرطی قدرت نداری. اولا کجا میخوایی ببری یه انگلیسی رو که به خاطر آب و هوا خواهی بری مثلا اسپانیا؟ نه میتونیم کالیفرنیا. آها بعدم اون دخترم با خودتون نیاری، خیلی رای خوبیه. نمیشه؟ نه رون حساب نکنید، چون به مجردی که آگاه و ناآگاه، مستقیم و غیر مستقیم بخواید فاصله بندازید، این مرد رو هم از دست میدید. شما باید اون رو به عنوان یه واقعیت بپذیرید. چرا من حتی استدلال میکنم به این که فرض کنید این آقا به جای اینکه سه تا دست داره همیشه با سه تا دستشه، ببرتش هم کالیفرنیا، سه دست است. خلاصی نداری عزیز، فقط احتمال شلوغ پلوغی داری. اون وقتی برای مدت طولانی نیست، اون الان 12 سال چه خوشبخت داره. تو انگلستان دیگه بعد از 20 دیگه آزادی. ولی تا اون زمان چه خبر آبشون؟ این چه حرفی که خودش همشه من میزنه که شاید یه مقدار تو مسئله بزرگ میکنی، این وقتی 18 سالش بشه دیگه اصلا اونقدر نیاز نیست حتی زمان با من بگذرنه. ولی من تو ذهنم شاید این چیزی که من از ایران با خودم میارم، من الان 34 سالم هنوز، ولی با پدرم خیلی رابطه نزدیک دارم، خیلی زمان با اون میگذرم تا اونجا که بتونم. ولی میدونید یعنی نه اونا اصلا نمیفهمم. نه ببین عزیز، مادام که رابطه اون دختر مزاحمتی برای تو باشه و اون حرفی که تو زدی منو یه ذره نگران میکنه، که تو یه فرضی باز داری که این آدم باید 100% خودش، وقتش و انرژیش یا پولش مال تو باشه. نه ایشون نداره، از ابتدای 30% داده رفته. من هیچ دخالتی نمیتونم تو این قضیه بکنم، نظرم نمیتونم بدم. اصلا نظر که صحنه نباید ببینی که نظر بدی. ای میتونی در این زمینه کوری کری لالی رو پیشه کنی؟ من فکر میکنم با توجه به این سابقه و اطلاعاتی که دادی میشه بهش نگاه مثبت داشت، ولی اگر کوری کری لالی سرت نمیشه
میخوای باهوشی کنی و پیله های زنانه رو به کار بندازی و اینا، یه دفعه رایه کالیفرنیا کنی و اینا، اگر اینا دوست دارت فراموشش کن. اگر هم انگلستان رو دوست نداری، برای چی میخوای در انگلستان با انگلیسی ازدواج کنی؟ نه، تو در انگلستان میمونی و ایشون هم همونجا میمونه، بازی هم در نیار. این مجموعه رو بپذیر عزیز، واقعیت ها ایناست. که بخوای تغییرش بدی زورت نمیرسه. روزی هم که پا بذاری رو واقعیت از پا درت میاد. ایشون رو کنار دخترش و دختر کنار ایشون حداقل تا 20 سالگی به صورت کسی که قسمتی از وقت و انرژی و درآمد و پول شما رو میگیره کنار خودت قبول کن، اگر نه بیشتر. فقط یه موضوع دیگه که تو ذهنم هست، حالا جدا از قضیه فاینانشال و زمان، اینه که ما اگه یه روزی بچه دار بشیم، من باید به در واقع بچه‌ام توضیح بدم که تو یه خواهری داری و اون خواهر توضیح بدی؟ اونا توضیح اصلا خنده داری این رو این کار چیز نیست. اونا خیلی زود همینقدر که اومدن قبل از که خودشونو بشناسن متوجه میشن یه خواهر بزرگتر دارن از پدرشون یا از خواهر بزرگتر دارن. احتیاج نیست شما بشین توضیح بدید. تو که مثلا بچه 4 ساله یا 8 ساله یا 12 ساله میشین، بگذار من برای توضیح بدم که بابای تو قبلا با مثلا حالت خوبه. مثل که بگی من با توضیح بدم که ما اینجا انگلستان، من ایرانی هستم. اینو اصلا اینا موضوع تو نفر سوال اذیت میکنه. آقای تو اینا مسائلی که من تو ذهنم هر روز فکر میکنم. برای که بیخودی فکر میکنی دیگه وقتی به تو میگم. برای که تو چرا به تو گفتم تاکسی گیلت داری؟ داری، تو همیشه میخوای مسائل رو یه جوری که حل کنی، ولی حرف این است که اول واقعیت رو ببین بعد ببین میتونی حل کنی یا نه. نه، ولش کن عزیز. اگه میتونی ایشون رو سه دسته بپذیری و هر جا که میری یادت باشه یه دست اضافه ایشون داره و بی خودی بازی برای قطعش و یا پنهان کردنش نداشته باشی، بردی. خودتو ایزاره حرفای من یه دفعه دیگه بشنو، مثلا درگیری خودتو با من. برای که اون مادر که گفتن چراغا روشن میشه کرد، به نظر من چراغا روشنه، ولی البته با این همه نور و روشنایی اون چیزی که تو میخوای و دوست داری باشه نیست، ولی نزدیک اون هست. هر دو، چه بمونی چه بری. برابری مواظب خودت باش. خیلی ممنون، متشکرم. خواهش میکنم، خوشحال شدم با صحبت. خدا برمت.